با اینکه تو رو ندیدم ولی احساس میکنم به تو نزدیکم. ناراحتی تو آزارم میده و خوشحالی تو به هم آرامش میده. احساس میکنم شباهت‌های زیادی به هم داریم، چون از سختی‌های مشابهی رنج بردیم و از امید داشتن به آرزوهای مشابهی خوشحالیم. آرزویی به سادگی داشتن آسایش و آرامش در زندگی، آرزویی به سادگی داشتن حق انتخاب در پایه‌ای‌ترین امور زندگی، آرزویی به سادگی شنیدن آرزوهای همدیگه. آره، با تو هستم ای جوون، ای کسی که با یک نگاه به صورتت گویا میدونم به چی میاندیشی و با سکوتم میدونی در دلم چی میگذره. تو ممکنه کسی باشی که نه تنها فرصتی برای رشد استعدادهای درونیت رو نداری و موقعیتی برای این کار به دست نمیاری، بلکه حتی اگر به رشد استعدادهای خودت هم مشغول بودی، الان راهی برای استفاده از اون رو نمیبینی و کاری که مناسب و لایق فراگیری های خودته پیدا نمیکنی. تو ممکنه یک دانشجو باشی که چشم و گوش و دهان تو رو بسته ترجیح میدن، و یا حتی کسی باشی که به خاطر عقیدت حتی از دانشگاه رفتن محرومت کردن. تو ممکنه یه زن باشی که نه تنها از حقوق انسانی خودت سالیان سالی که محروم شدی، بلکه حتی برای صحبت کردن درباره حقوق خودت و پیدا کردن راهی برای به دست آوردن اون هم امنیت خودتو از دست میدی. شاید ازدواج کردی و به خاطر کمبود امکانات مالی از آرزوی داشتن فرزند دور هستی، و یا حتی به خاطر نبود امکانات مالی یا معضل‌های موجود در اجتماع از ازدواج کردن هم محرومی. شاید سختی‌ها، صدگومی‌ها و پیچیدگی‌های زندگی و سرکوب‌ها و اهانت‌هایی که تا حالا دیدی و تجربه کردی تو را از همه چیز ناامید کرده، و یا شاید هنوز بارقه ای از امید در دلت روشنه، ولی هیچ راه حل عملی برای حل این مشکلات نداری و از این رو خودت و اعمالت و افکارت و اقوالت رو در ایجاد تغییر و تحول در جامعه کاملا بی تأثیر و بی اهمیت میبینی. شاید با تمام وجود ایمان داری که انسان موجودی صرفا مادی و خودخواه و شهوت پرست و فناپذیر نیست، ولی اون چی که در محیط اطراف خودت میبینی ارزش‌های غیر انسانی، تحقیرآمیز و برخلاف مقام و منزلتت به عنوان یک انسانه. شاید به خاطر خصلت پاکت به دنبال هویت جاودانه خودت میگردی، ولی خیلی از عادات و رسوم و طرز تفکر و عمل و انتظارات خودت و محیط اطرافت رو نه تنها هم خون با خصوصیات اون هویت جاودانه نمیبینی، بلکه کاملا برخلاف اون مشاهده میکنی. ولی یک چیز رو فراموش نکن. فراموش نکن که چی هستی. جوون یعنی نیرو. جوون یعنی پشت کار. جوون یعنی پیشرفت و تغییر، نه تغییر کورکورانه و صرفا متفاوت بودن، بلکه تغییر هدفمندی به سوی ساختن هویتی جاودانه. جوون یعنی پیدا کننده راه، راهی که انسان رو به پیشرفت و ترقی مادی و روحانی میرسونه. پیدا کننده راهی برای ساختن زندگی بر پایه وحدت و محبت، بر پایه ترک تعصبات، بر پایه آشتی انسانها. راهی که ما رو به دنیایی میرسونه که در اون همه مردم محترم شناخته میشن. در اون قلب ها از خشونت و غیبت و تهمت تاریک نیست. در اون
توجه انسان‌ها به سوی داشتن خلق و خوی صمیمی و تمرین صداقت و تحکیم وفا و ترویج محبت و تثبیت امانت و دیانت و مهربانی به عموم عالم انسانیه. دنیایی که در اون علم و دانش و خرد اعظم منقبت عالم انسانی محسوب میشه. دنیایی که در اون زنها از حقوق انسانی خود محروم نیستن. مردم از رفاه اجتماعی بهره‌مندن. دنیایی که در اون خدمت کردن به هم نوع بالاترین افتخار یک انسان به شمار میاد. جوون یعنی پیدا کننده راهی که انتهای اون به دنیایی میرسه که زندگی کردن در اون آرزوی همه ماست. بیا که دستهای توانا و فکرهای بشر دوست و مهر پرورمون رو از هر عقیده و نژاد و جنسیتی که هستیم برای ساختن چنین دنیایی به کار گیریم و در این راه تا میتونیم از یک دیگه و با یک دیگه یاد بگیریم.